اشکان صفایی از اورشلیم به ما پیوسته. اشکان، تازه ترین ها رو بشنویم از تو، از آخرین خبرهای جنگ در دو جبهه شمالی و جنوبی اسرائیل. خب از جبهه جنوبی آغاز میکنم، جایی که ارتش اسرائیل صبح امروز از ساکنان شمالی از مناطق جنوب خان یونس شمال رفح خواست که این مناطق رو به صورت موقت ترک کنن، چرا که قصد داره عملیاتی رو در اونجا انجام بده. بعد از اینکه به گفته ارتش اسرائیل شبه نظامیان در اونجا مستقر شدن و از اونجا راکت به سمت اسرائیل شلیک کردن، باید گفت این منطقه‌ای که الان اسرائیل میخواد در اون عملیات انجام بده یکی از معدود مناطقی در نوار غزه است که ارتش اسرائیل در طول تقریبا 10 ماه گذشته به هیچ وجه وارد اون نشده. از طرف دیگه ارتش اسرائیل دقایق پیش اعلام کرد که به گفته اونها مقر فرماندهی حماس در مدرسه خدیجه در مرکز نوار غزه حمله کرده و شماری از شبه نظامیان در اونجا کشته شده. باید گفت که رسانه های فلسطینی از کشته شدن 10 ها نفر در مرکز نوار غزه بعد در طول همین 2-3 ساعت گذشته بر اثر بمباران های اسرائیل خبر میدن و وزارت بهداشت حماس هم همین دقایقی پیش بیانیه منتشر کرد و گفت که در حمله اسرائیل به دیرالبلاح در مرکز نوار غزه 30 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. از طرف دیگه در جبهه شمالی هم همین تقریبا 30 ساعت پیش بود که آژیر خطر در روستای متولا در دقیقا در مرز روی مرز با لبنان به صدا در اومد. چند باری هم صبح آژیر خطر به صدا در اومده بود، اما علاوه بر این در واقع تبادل آتش های روزانه ای که دیگه عادی شده در طول تقریبا 10 ماه گذشته در شمال اسرائیل، امروز در واقع قایق های جنگی اسرائیل که به سامانه در واقع گنبد دریایی مجهز هستند که همون سامانه گنبد آهنین هست که روی ناوچه های اسرائیلی مستقر شده، یک پهپادی رو که حزب الله از لبنان به سمت آبهای سرزمینی اسرائیل شلیک کرده بود رهگیری و نابود کردند. دقایقی پیش بود که ارتش اسرائیلی بیانیه این منتشر کرد و گفت که این به نظر میاد که این پهپاد به سمت میدان گازی کاریش در نزدیکی در واقع در شمال اسرائیل در حرکت بوده، به اون نزدیک نشده و خطری اونجا رو تهدید نمی‌کرد قبل از که به اون برسه سرنگون شده. اما باید گفت که در طول 1 هفته گذشته بعد از حمله اسرائیل در یمن نیروهای شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند که منابع انرژی در اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. متشکرم از تو اشکان صفایی، همکارم از اورشلیم همراه ما.